أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العظيم روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم وقوله الحق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه اول، خود و شما مؤمنان نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا میخوانم، زیرا تقوا سرفصلی اصلی زندگی ایمانی و آرمانی انسانی خداباور است. تقوا تنظیم کننده رابطه درست انسان با خودش و خدایش و مردمش. وقتی تقوا در زندگی انسان تصمیم گیرنده و تأثیر گذار شد، از او یک موجود مفید و تأثیر گذار و خدمت گذار و امین و صادق و مؤمن و متعهد می سازد. و زمانی که تقوا از زندگی رخت بربست، انسان در جاده انحرافات فکری و اخلاقی و رفتاری میفتد. بنابراین تقوا را و درک حضور خدا را و لحظه لحظه حضور خدا را در تمامی زندگی جدی بگیریم، تا بتوانیم از این عرصگاه حیات اون بحرهای لازم را که باید ببریم ببریم. و اما در خطبه اول، صحبت ما همچنان معرفتی و معنوی خواهد بود، و در خطبه دوم بحث مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی هست که به اندازه‌ای که فرصت باشد در حضور شما مؤمنان نمازگزار به آنها خواهیم پرداخت. در جمعه گذشته عنوان بحث ما این بود: بر مدار ولایت در مسیر معنویت. در این جمعه موضوع صحبت ما این هست: بر مدار ولایت در مسیر عبادت. اگر ارزش انسان را در اندیشه توحیدی به عبادت و بندگی بدانیم که باید بدانیم، چون فلسفه اصلی آفرینش و تکامل همه‌جانبه انسان فقط در پرتو عبادت و گزینش راه بندگی محقق می شود، فرصت شناسی در عبادت خیلی اهمیت دارد. در منطق معنوی و عرفانی تشیع، فرصت‌های زلال را برای برتری روحی و روانی و کسب فضائل معنوی در نظر گرفته شده که این فرصت‌ها نقش تعیین کننده دارد در عروج و صعود روحی انسان به سوی کمال مطلق،
یکی از اون فرصتها همین حضور در نماز جمعه هست که گفتن نماز جمعه حج فقرای امت من است. فرصتی دیگری این به اصطلاح بستری بسیار فعال و ارزشمند معنوی ماه مبارک رجب هست که بهش میگن ماه تخلیه، ماهی که انسانی، مسلمانی، مؤمنی، خدا باور باید به فکر پیراستن شخصیت خود از بدیها و زشتیها و پلیدیها و افکار ناهنجار و اخلاق ضد انسانی و اسلامی باشد و به تمرین معنویش ادامه بدهد تا شخصیتی او و نفسی او و جان او و روح او و روان او از این گرفتاری ها رها پیدا کند و بعد وارد فرصتی طلایی دیگری به نام شعبان شود و باز اونجا برنامه هایی دارد، تذکراتی دارد، معرفی هایی دارد که شعبان چه زمانی است، چه فرصتی طلایی است، وظیفه انسان ها چیست، وظیفه های معنوی بیشتر منظور هست تا روح انسان آمادگی حضور در ضیافت الله، اون طلایی ترین فرصت رهایی انسان از جسمانیت و طبیعت به اصطلاح مهیا می شود، انسان از اون سفره بشر بهره ببرد. و اما این که ما باید همه چیزمون را در حوزه معنا و معنویت و عبادت و معرفت از سرچشمه های زلال ولایت فرا بگیریم، این اون نکته کلیدی و اساسی بحث ما و صحبت ما و باور ما و عقیده ماست. ما همه مفاهیم ارزشی را باید در مکتب ولایت درست فرا بگیریم و دقیقاً باور بکنیم و عمیقاً در این مسیر با خیال راحت و اطمینان خاطر قدم برداریم. مولا الموحدین، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا که این ماه به نام او مزین هست، نامه هایی دارد برای والیانی که میفرستاد، نامه براشون میداد، در ضمن اینکه وظیفه اجتماعی و سیاسی و مدیریتی یک والی را مشخص میکرد، وظیفه های اخلاقی و انسانی و اسلامی و مسئولیت های معرفتی و باید ها و نباید ها را به اون به اصطلاح والیان گوشزد میکرد تا خودشون را، انسان بودنشون را، مسلمان بودنشون را، مؤمن بودنشون را یک وقت دنیای قدرت و ریاست و حاکمیت بر مردم از یادشون نبرد. یکی از اون نامه های ارزشمند در ساموز و بیدارگری امیر المؤمنین نامه است که امیر المؤمنین نامه 27 که میدهد محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر از جمله شخصیت های بسیار مؤمن و متدین و در مسیر ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه است. از اون یاران کم نظیر مولاست. ایشون را بعد از مالک اشعر به مصر میفرستد و در اون نامه میگوید که شما وقتی وارد اینجا میشوید با مردم با صورت گشاده برخورد بکنید، به گونه برخورد بکنید که آدمای با نفوذ در شما طمع نکند، آدمهای ضعیف از شما نترسد. یعنی حاکم اسلامی در منطق بلند علی باید به گونه باشد عدالت را، محبت را، برادری را، مدیریت را و امتیازات را به گونه باید توزیع و ترسیم بکند که نه قدرت مداران به او طمع کند و نه افراد ضعیف از او بترسد. در ادامه این نامه یک بحث بسیار معنوی و معرفتی را امام گوشزد می کند که درس زندگی همه انسان ها در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. قال علی علیه السلام میفرماید و علمو عباد الله، نمیگه که آی ما به اصطلاح محمد ابن علی بکر فقط تو این کار رو کن، میگه و علمو عباد الله، آی بندگان خدا بدونید، ان المتقین ذهبوا به عاجل الدنیا و عاجل الاخره،
تقوا را در واقع معرفتی معنا می کند. ببینید برادران، تقوا فقط این نیست که انسان از همه چیز غافل باشد و فقط مشغول ذکر سبحان الله باشد، ولی این تقوا هست. اما اون بعد اصلی که تقوای واقعی را معنا می کند، بعد معرفتیش هست. انسان متقی همونطور که عرض کردم رابطه درست با دنیا برقرار میکنه، از فرصتها سوی استفاده نمیکنه، از نعمتها سوی استفاده نمیکنه، از جایگاهش سوی استفاده نمیکنه. هر کی تونست برنامه زندگی خود را با دنیا و لذتهای دنیا و برنامه های دنیا درست تنظیم بکند، این میشه متقی واقعی. اون لذت های حلال را که باید بخورد باید بخورد، به اون بهره هایی که در این دنیا باید برسد از مسیر حلال و پاک باید برسد. محرومیت کشیدن، خود را از لذت های حلال محروم کردن، این در منطق علی تقوا نیست. میفرماید متقین کسانی هستند که از این دنیای به اسلام محدود و موقت ذهب و عبور کردن به عاجل دنیا، و عاجلیل با الف هست، یکی عاجل با عینه، یکی عاجل با الفه. از این نعمتهای زودگذر دنیا درست عبور کردن به سوی اون نعمتهای ابدی اخروی. بعد ادامهش خیلی مهمه، میفرماید فشارت و اهل دنیا. آدم متقی منزوی نیست، گوشنشین نیست، در کوه و مغاره کوه زندگی نمی کند، در دل جامعه زندگی می کند، گروه نمی گه. در دل جامعه زندگی می کند، حرام نمی خوره. در دل جامعه زندگی می کند، کسی را فریب نمی دهد، خودش هم فریب نمی خورد. اینجا هنر تقوا مشخص میشه. و الا در یک مغاره کو زندگی کردن که زمینه گناه نیست، زمینه آلوده شدن نیست، که تقوا هنری ندارد. میفرماید فشارت و اهل دنیا، متقی واقعی کسانی هستند که با اهل دنیا دارن زندگی میکن. چیزی که به اصطلاح دیگرا غذا میخوره اینم غذا میخوره، دیگرا از غذا خوردن لذت میبره اینم لذت میبره. فشارت و اهل دنیا فی دنیاهم منتها ولم یشارکوا اهل دنیا فی آخرتهم. در تخریب آخرت با مردم دنیا همراه نیست، در آباد کردن دنیایش با مردم همرنگی، با مردم مشارکت داره، کار میکنه، تجارت میکنه، فعالیت میکنه، درآمد ایجاد میکنه، اقتصاد را فعالیت میکنه، زن و بچهش رو به جاهایی میرسانه، جامعهش رو به لحاظ اقتصادی روش میدهد. اما ولم یشارک و اهل دنیا فی آخرتی، اما در ویرانی آخرت با هیچ کسی مشارکت ندارد، نه با رفیقش، نه با دوستش، نه با بچهش، نه با خانوادهش، نه با هیچ کسی. بعد بفرماید سکن و دنیا به افضل ما سکند. در دنیا زندگی می کند بر اساس فضیلت ها، آدم بلندنگر هست، آخرت رو می بیند، ابدیت رو می بیند، جاودانگی رو می بیند، شرف رو می بیند، شخصیت رو می گیرد، و لذا با فضل و بزرگی و بزرگ منیشی زندگی میکند، خودش رو تحقیر نمیکند در این دنیا، به هر آلودگی دست نمیزنه. انسان متقی به افضل ما سکند و اکلوها به افضل ما اکلت، غذاهای خوب هم میخورد. غذای خوب خوردن در اسلام ممنوع نیست، غذای حرام خوردن در اسلام ممنوع. غذای پاکیزه در اسلام خوردن ممنوع نیست، غذای آلوده خوردن در اسلام ممنوعه. بنابراین مرز تقوا را باید درست بشناسیم و اون که با دنیا و نعمتهای الهی درست رابطه منو تنظیم بود. بعد میفرماید فحظ من از دنیا، از دنیا بهره میبریم. ما اومدیم که در این عالم دنیا از این دنیا بهره میبریم. حتی اگه بخوایم متقی باشیم باید در این دنیا متقی باشیم، نماز بخونیم در این دنیا باید بخونیم، روزه بگیریم در این دنیا باید روزه بگیریم، از نعمتهای حلال دنیا در این خدا در این دنیا باید استفاده کنیم. فحظ من از دنیا به ما هزیه بگیر مطرفون، هرچی که مرفهین بیدرد دارن میخورن، اینها هم همون لذت رو میبرن، منتها اینا از غذای حلال، اینا از سفره پاک، اینا از لقمه حلال لذت میبرن، نه از لقمه حرام. و اخذ منها ما اخذه الجبابره، هر موقعیتی رو در این دنیا میتونن به دست بیارن. یک متقی میتواند حاکم باشد، یک متقی میتواند سیاست مدار باشد،
یک متقی میتواند حاکم جامعه و مدیر لایق و شایسته و متأهل جامعه باشد و سرنوشت جامعه را به سوی خوبی ها و فضیلت ها و ارزش ها درست مدیریت کند. قرار نیست که اگر کسی به جای رسید و به جایگاهی رسید بگیم دیگه این به درد نمیخورد. چرا؟ ما در فرمایش پیامبر گرامی اسلام داریم که میفرماید مجاری الامور به ید العلماء، امور اجتماعی و سیاسی و برنامه ریزی برای مدیریت درست اجتماعی باید به دست انسانهای عالم و دانشمند و متقی و فرهیخته باشد. وقتی یک انسان متعهد و متقی بر سرنوشت جامعه مسلط باشد، طبیعتاً برنامه ریزی های فرهنگی او جامعه را عوض خواهد کرد، برنامه های اقتصادی او اقتصاد را پویا خواهند کرد، برنامه های سیاسی او باعث توسعه سیاسی و اجتماعی خواهد شد. پس اینطور نیست که اگر کسی متقی شد فقط دستش تسبیح باشد و به اصطلاح زیر پایش هم سجاده باشد و در یک گوشه و کنار بنشیند. این تقوای علوی و تقوای دینی نیست، ممکن است تقوای سلیقه‌ای باشد برای دین. و اخذ منها ما اخذه الجواب ره، اونی که به اصطلاح انسان های حاکم هر برو کردن انسان متقی هم میخون. ثم من قلبو، میگن نقطه جدایی انسان مؤمن متقی از آدم های دیگر در این دنیا اینه که بسیار زرنگانه داره مسیر دنیا رو دنبال میکنه، آلوده به دنیا نمیشه اما از دنیا استفاده میکنه، سیاست زده نمیشه اما سیاست رو کنترل میکنه، در جامعه زندگی میکنه ولی از جامعه تأثیر نمیپذیره، با همه مردم دوستی میکنه ولی در برنامه های منفی شرکت نمیکنه. یعنی عادت ها، رسم ها، رواج ها بر روح و روان و اراده انسان متقی واقعی حاکم نیست، بلکه ارزش ها، بلکه ارزش ها تصمیم گیرنده او و تأثیر گذار بر باید ها و نباید های زندگی اوست. بفرماید ثم من قلبوا عنها، بعد از اینکه با یک برنامه دقیق و مؤمنانه و متعهدانه در این دنیا زندگی کرد با همه، ثم من قلبوا، بعد برمیگرده از این دنیا، بالذاد توشش رو از دنیا میگیره، این خیر الزاد التقوا، توشه سفری ابدی و جاودانگیش را از همین دنیا، از میان همین مردم، از همین مراودت ها، از همین رفت و آمد ها به دست میاره. انسان متقی در منطق علوی این هست. و بعد میفرماید بزاد المبلغ، یعنی یک توشه رستگار کننده از فرصت هایی که داشته، از جوانی که داشته، از زمینه هایی که بوده، از ماه رجبی که بوده، از نماز جمعه‌ای که بوده، از ماه رمضانی که بوده، از فکر درست، از اخلاق درست، از اندیشه درست، از همه اینها در واقع اون زاد و توشه اخروی و ابدیش را به دست میاره. و المتجر رابح، میگه انسان متقی واقعی در این بازرگان سرای دنیا یک تاجر سودآور هست، یک تاجر سودآور در نهایت دقت و برنامه ریزی اوضاع را رصد میکنه، به اصطلاح خریدهاشو انجام میده. انسان متقی واقعی که بر اساس آگاهی تقوایی، بر اساس آگاهی دینی خودش را میشناسه، خدایش را میشناسه، دنیا را دقیق رصد میکنه، میگه من در این دنیا نهایتش 70 سال باشم، ظرفیت وجودی منم در بهره‌وری از این دنیا محدوده، چه مقدار بخوابم، چه مقدار بخورم، چه مقدار بپوشم، در کجا زندگی بکنم، اینا را رصد میکنم. خب میگه من وقتی 70 سال فرصت دارم با استفاده از این فرصت چی برنامه های داشته باشم که بتوانم در سرانجام این زندگی 70 ساله راضی از این دنیا بروم به سوی حیات ابدی و به سوی اون زندگی جاودانه. پس در نگاه امیرالمؤمنین
مؤمنین منطق تقوا این هست با مردم زندگی کنیم برای مردم زندگی نکنیم. خدمت شما عرض بکنم که در این دنیا برخوردار باشیم ولی برخورداری خود را آلوده نکنیم. از دنیا بهره ببریم ولی فریب دنیا و دنیاداری را نخوریم. موقعیت های خوبی برای خود در جامعه ایجاد بکنیم تا بتوانیم مصدر خدمت باشیم ولی از موقعیت ها سوی استفاده نکنیم. تمام مدار و محور برنامه ریزی های ما این باشد که چگونه از این بستر تکاملزای دنیا برای زندگی جاودان و حیات طیبه ابدی خود استفاده بکنیم. این مدار ولایت هست در مسیر عبادت، یعنی عبادت آگاهانه، عبادت مسئولیت شناسانه و عبادت مسئولیت مدارانه. امیدواریم که خدای متعال همه ما توفیق بیشتر عنایت بکند تا فکرمان را و ذکرمان را و جانمان را و روح و روانمان را در معرض تابیش انوار همیشه تابان فرمایشات ولایی قرار بدهیم تا اندیشه ما درست، اراده ما سالم، اخلاق ما پاکیزه و سرآغاز و سرانجام ما در این دنیا به اصطلاح قرین به سعادت و سلامت باشد. بر محمد و آل محمد صلوات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. یک بار دیگر در آغاز خطبه دوم خود و شما مؤمنان نمازگزار را به تقوی و پروای الهی فرا میخوانیم، زیرا همونطور که عرض کردم تقوی مدار سعادت و سلامت انسان هست و در فرمایشات امیر مؤمنان بفرماید همواره در دقتون تقوا باشد ولو کم. یعنی هیچ وقت این که در حضور خدا هستید، این که انسان مسئول هستید و باید به مسئولیت هایتون بپردازید را از یاد نبرید. بفرماید اتق الله و از التقا و این قل، هیچ وقت از این گوهر غفلت نکنید ولو کم، اما تقوار هیچ وقت فراموش نکنید. وجعل بینک و بین الله سترن، و این رق بین خود و خدای پرده حیا قرار بدید. در حضور خدا بی حیایی نکنید، اگرچه رق یعنی پرده به اصطلاح نازک باشد. بنابراین همواره پیام زنده و پاینده و سازنده نماز جمعه بحث تقوا و احساسی حضور در محضر خدای متعال هست که امیدواریم خدا به همه ما و شما توفیق کسب تقوا و پروای الهی را عنایت فرماید. و اما مناسبت های وجود دارد که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. اولینش بحث
تقریبا سیاسی اجتماعی هست که 26 دل و مصادف است با روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان. مردم افغانستان، مردم مسلمان، مؤمن، مجاهد و انسانهایی هستند که هرگز ذلت پذیری را نمی پذیرند و در تاریخ بار بار این را ثابت کرده اند که هرگز قدرت ها نمی تواند بر اراده ملتی مسلمان افغانستان حکومت کند، چون ملت افغانستان اولا عرق ملی دارد و ثانیا باور اعتقادی دارد که نباید در برابر اشغالگری سکوت بکنند. و لذا وقتی شوروی ها تجاوز کردند، عرق جهاد رستاخیز جهادی را به وجود آورد و سرانجام بعدی 12-13 سال روزها مجبور شدن این کشور را با سرفکندگی و دادن تلفات ترک بکنند. نکته قابل ذکر این جنگ به جهاد و پیروزی بر ابرقدرت اون روز شرق، بحث عبرت های این جهاد است. ببینید در اسلام ما داریم که میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند برتری داده است جهادگران را بر نشستگان به اجر عظیم. آنچه که مایه عبرت شد این شد که ما بعد از جهاد نتوانستیم ثمرات جهاد را درست بر ادامه زندگی اجتماعی تطبیق بدیم. جهاد را به ضد جهاد تبدیل کردیم، اقتصاد ویران را ویرانتر کردیم، کشور ویرانه را ویرانتر کردیم، روابط نیمه جان اجتماعی را که در میان اقوام در زمان جهاد شده بود دوباره به هم ریختیم. یک ملت برای این که با آزادی و آزادگی و عزت و سرافرازی برسد، فقط برای جنگیدن در عرصه نظامی نیاز ندارد. یک ملت اول باید با اندیشه های منفی درونی خود بجنگد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. رهبران جهاد وظیفه داشتن اندیشه ها را مدیریت میکردن، فرهنگ اجتماعی سیاسی را مدیریت میکردن، کشور ویرانه را بر مدار وحدت و همدلی و برادری پیش می‌بردند که متاسفانه نه تنها چنین نشد، بلکه بعد از رفتن روس‌ها و شکست کمونیست‌ها ما شاهد فاجعه‌ها بودیم. در مقیاس ملی شاهد تراژدی‌ها بودیم، شاهد ویرانگری‌ها بودیم، شاهد سلاخی آدم‌ها بودیم بدون هیچ گونه مجوز شرعی و عقلی. و امروز بعد از اون همه حرکت های انحرافی و اون به اصطلاح حرکت های ویرانگر، کار ما به جای رسیده است که امروز خواندم کشور فنلاند یا فنلند به اصطلاح اجازه داده که من هر چه زن و دختر از افغانستان درخواست پناهندگی بدهد، من پناهندگی اش را میپذیریم. ببینید سرنوشت جامعه اسلامی در اثر کوته فکری، در اثر حرکت های منفی، در اثر نگاه های مسموم قومی به کجا رسیده است که زن مسلمان افغانستان، دختر جوان مسلمان افغانستان بیچاره پناهندگی در کشورهای کفر شده است. درد یک جامعه اسلامی این هست که ما نتونیم در این فضای زندگی اجتماعی و در این فضای جغرافیایی و در این وطن خود آزادی داشته باشیم، فضای سالم فکری داشته باشیم، فرصت‌های تحصیلی داشته باشیم. اینها همش برمیگرده به یک نوع کجندیشی سیاسی که امید را و انگیزه را و همه به اصطلاح آمال‌ها و آرزوها گویا در این جامعه نابود شده است
که دنیا فکر میکند افغانستان تبدیل شده است به زندان زنان و دختران افغانستانی و این مایه ننگ است برای نظام سیاسی در افغانستان و برای ملت غیور و شریف و جهادگر و پیروز افغانستان در تقابل با قدرت ها و ابر قدرت ها. مناسبت دیگر، مناسبت 27 رجب هست، روز سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. بعثت را میشه گفت آقا انفجار نور است در یک شب ظلمانی. شما تصور کنید جامعه ای را که در آن ثبات نیست، انصاف نیست، محبت نیست، مروت نیست، سراسر این جامعه جهل است و نادانی، سراسر این جامعه سبوئیت است و درندگی، سراسر این جامعه چور است و چپاول است و آدم کشی. به لحاظ معنوی پستی انسان به حدی رسیده است که در برابر بت‌های بیجان دارد کرنش میکنه، یعنی انسان خودش هم یادش رفته است. ولی پیامبر نور و رحمت و روشنایی میآید، اینجا یک انفجاری از نور ایجاد میکند که ای انسان تو نه آنی که پای سنگ و چوب خم شوی و تو نه آنی که این همه از خود سبوئیت و درندگی و خونخواری نشان بدی، تو این نیستی که دخترت را زنده به گور کنی، تو عبد خدایی، در وجود تو کانونی به نام احساس و محبت و عاطفه و کشیش به نام خداجویی وجود دارد. تو باید به سمت خدا حرکت کنی. وقتی به سمت خدا حرکت کردی میفهمی عبادت یعنی چی، معنویت یعنی چی، محبت یعنی چی، عشق ورزیدن به دیگران یعنی چی و خدمت برای مردم یعنی چی. این پیامبر با پیامهای بسیار زنده تربیتی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آمد تا مسیر زندگی انسان را به سوی ارزش ها و خوبی ها عوض کند. پیامبر ما برادران، نمازگزاران محترم، پیامبر قلم به آگاهی است. این را همه مسلمان ها، همه دنیا می دانند که پیامبر ما پیامبر قلم و آگاهی است. علمه علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یا نون و القلم و ما یسترون. وقتی این پیامبر قلم و آگاهی است، باید کسانی که در رأس امور مسلمین قرار میگیرند بحث مکتب را، بحث مدرسه را، بحث دانش را، بحث تحصیل را، بحث آوردن قلم را به جای تفنگ جدی بگیرند. این پیامبر روشنایی و آگاهی است. در تلویزیون ها بحث میکنن آقا تحصیل علم از نظر قرآن واجب یا واجب نیست. اصلا مگر این بحثه که باید بگی آقا تحصیل علم واجب هست یا واجب نیست؟ علم و دانش ارزش انسان مسلمانه. انسان مسلمان مؤمن اگر علم نداشته باشد، دانش نداشته باشد، آگاهی نداشته باشد، نیازهای خود را در پرتو دین دانش نتواند برطرف بکند، کجا میتواند یک جامعه عزتمند و مقتدر و نمونه در دنیای امروز باشد؟ با جهل، با نادانی، با بستن درهای مدرسه و دانشگاه مگر جامعه اسلامی عزیز می شود؟ مگر جامعه اسلامی در مسیر سعادت و سلامت و عزت و اقتدار قرار می گیرد؟ دنیای امروز دنیای آگاهی است، دنیای علم و تکنولوژی است. اگر مسلمان بخواهد عزیز باشد، امروز با شمشیر عوض نمی شود، باید با پهباد عزیز شود. اگر مسلمان در برابر قندرهای عالم بخواد بیستد با شمشیر نمیتواند، با مشکهای بالستیک باید بیستد. اگر مسلمانان بخواهد شر اشرار مثل آمریکا و غرب را اثرش برطرف بکند، باید با آخرین تکنولوژی اطلاعاتی دنیا مجهز باشد. وگر نمیشود مسلمان ضعیف سرکوفت خورده محتاج آب و نان و همه چیز. بنابراین وقتی پیامبر آگاهی است،
همه مسئولین نظام سیاسی چه در افغانستان چه در سایر کشورهای اسلامی باید جامعه اسلامی را به سوی علم و دانش حرکت بدهند تا عزت اسلامی این جامعه رقم بخورد. پیامبر ما پیامبر رحمت است، این ارسلناک رحمتا للعالمین. هر کسی باید مانند اگه میخواهد پیامبرمون را بیندیشد برای خودش و اطرافیانش باید رحمت باشد. چی یک انسان مسلمان عادی، چی یک مأمور دولتی، چی یک حاکم اسلامی باید اون جنبه رأفت و رحمت و خدمت گذاریش را به مردم نشان بدهد تا مردم احساس کند که این حاکم بر اساس منطق محمد مصطفی در جامعه حکومت می کند، وگرنه حکومتی که در آن رحمت نباشد، رأفت نباشد، همدلی نباشد، برادری نباشد، اخوت اسلامی نباشد، این جامعه را نمیتوان گفت جامعه اسلامی. و حاکمی که این آموزه ها را در جامعه گسترش ندهد و تحکیم نبخشد هم را نمیشود گفت حکومت اسلامی. ما از مسئولین کشور توقع داریم که با عطف به فرهنگ بعثت و پیام منطق وحی و منطق پیامبر گرامی اسلام اون روحیه همدلی و همگرایی و اخوت اسلامی را در جامعه باید ترویج بکنند و تثبیت بکنند و از ملت شایسته و بایسته افغانستان تا می توانند دلجویی بکنند، جوانان کشور را به صحنه بیاورند، از آرای مردم مشروعیت کسب بکنند تا مردم احساس کنند که شما نماینده دین هستین. وقتی مردم احساس کردند که شما نماینده دین هستین و برای دین و دنیای این مردم کار میکنید، قطعا این مردم پای شما میستد و بعد شما میتوانید با رقبای منطقی و داخلی خود وارد عرصه رقابتهای اقتصادی و سیاسی و فکری و فرهنگی شوید. اگر پیامبر الگو هست، رأفت پیامبرم الگو هست، سیاست پیامبرم الگو هست، مهربانی پیامبرم الگو هست، مدیریت اجتماعی و سیاسی پیامبر گرامی اسلام هم الگو هست. و جامعه اسلامی با داشتن چنین الگوی بی‌نظیر در عالم خلقت چرا باید این گونه باشد که عقده ها جای عقیده را بگیرد، انحصار طلبی جای همگرایی را بگیرد، ظلم و ستم جای عدالت اجتماعی و سیاسی را بگیرد؟ ما امیدوار هستیم که مسئولین و گردانندگان دولت موقت و سرپرست امارت اسلامی و پیامهای برجسته سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و وحدت بخش به اصد بیشتر توجه بکنند و این جامعه را از رنج ها و درد ها و کینه ها و عقده ها و دشمنی هایی که چهل و چند سال در ذهن ها نهادی نشده است به سوی همدلی و همگرایی و صفا و صمیمیت و وحدت و همدلی حرکت بدهد. این پیامبر ما پیامبر محبت است، پیامبر ما محبت آمد، پیامبر به ما یاد داد همدیگر را دوست داشته باشیم، پیامبر به ما یاد داد که در کنار هم باشیم. محمد رسول الله. والذین معه والشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیامبر ما پیامبر محبت است و تا می توانیم دوستی و محبت را در این جامعه تکثیر بکنیم، هرچی آفت دیده این جامعه از نبود محبت، از دشمنی هاست، از کینه توزی هاست، از حرکت های منفی و اغواگرانه ایده فرصت طلب هست. پیامبر نکته محبت جامعه اسلامی را هم مشخص کرد. کلا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا. جامعه اسلامی، انسانهای مؤمن و مسلمان، من از شما در برابر این رسالت نورانی و آسمانی که مسیر زندگیتان را از شرک و بت‌پرستی به سوی توحید عوض کردیم، از سبوعیت و درندگی به سوی انسانیت و شرافت و محبت عوض کردیم، به دستور خدا از شما چیزی نمیخواهم جز محبت اهل بیتم.
اگر بر مدار محبت اهل بیت در کشورهای اسلامی برنامه ریزی شود، خیلی از مشکلات حل می شود. مناسبت دیگر شهادت جانسوز آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام است. شخصیتی بی نظیر است که ابن حجر حیتمی می فرماید از دانشمندان اهل سنت موسی کاظم علیه السلام وارث علوم و ارزش های پدر و دارای فضل و کمال او بود، ولی در پرتوی عف و گذشت و بردواری فوق العاده که از خود نشان داد کاظم لقب گرفت، لقب یافت و در زمان او هیچ کس در معارف الهی و دانش و بخشش به پای او نمی رسید. یک همچین شخصیت عظیم و گرانبهایی که ما او را باب و حوایج الله می دانیم، تکه های زندگی افتخارآمیزی دارد. در یک جا هست که یک گوشی از اون دانش امامت را ایشان به نمایش گذاشته، در تاریخ آمده که و او این که وقتی خواست علی ابن یقتین را به دربار هارون بفرسته، به علی ابن یقتین گفت من سه چیز را برات تضمین میکنم. یکی این که وقت با شمشیر کشته نشی در این دربار. خب این از یک اطمینان باید باشد که شخصی که امام هست با او اطمینان میدهد، یعنی یک چیزهایی را در عالم میبیند و میداند. دوم این که هیچ وقت خوار و ذلیل نشی. سوم این که هیچ وقت زندان نشی، چون علی ابن یقتین میترسید از به اصطلاح ورود در دربار هارون. گفت من سه چیز را به تو تضمین میدهم و تو یک چیز را به من تضمین بدی. گفت آقا جان چی باید به تضمین بدم؟ گفت وقتی اونجا هستی مواظب شیعیان باش. گفت مواظب اینها باش، من پشتوانت هستم، نمیگذارم نه با شمشیر کشته میشی، نه خوار و ذلیل میشی و نه زندان میشی. ولی وقتی اینا آمدن در اداره بهش رسیدگی کن. امام کاظم خیلی اومد و به اصطلاح پای ارزش ها استاد و به عنوان شاخص هیچ وقت از اون مدار هدایتگری عدول نکرد. چهار تا خلیفه عباسی با این امام مبارزه کرد، منصوری دمانیکی باهاش مبارزه کرد نشد، مهدی عباسی مبارزه کرد نشد، هادی عباسی مبارزه کرد نشد. نوبت رسید به هارون الرشید. اون بقیش خیلی آدم های درنده خوب بودن، آدم های خلدور بودن، ولی هارون فریب کاری کرد. گاهی در مجلس میرفت، نماز میخواند، چهره دیندار از خود به نمایش میذاشت، ولی سرانجام دید نه، مردم از موسی بن جعفر بر نمیگردن، دلهای مردم رو نمیشه فریب داد، فطرت و طینت آدم ها رو نمیشه فریب داد. سرانجام دستور داد آقا رو بازداشت کنند. از مدینه آمدن بردن. خیلی تکه های تلخی داره این مسیر که از روزه خانم خانده گفت امام که در این مسیر داشت میرفت، شاید به یاد امه جانش زینب هم افتاد که یه روز زینب رو همینجوری سره تجاوز خار کرده بودن، داشتن میبردن. به هر حال امام را 14 سال تمام در زندان نگه داشت. امام حجت خدا سفارشات پیغمبر امت من هوای اهل بیت من را داشته باشید، امت من میخواهیم گمراه نشوین، به علی و اولاد علی و زهرا و اولاد زهرا توجه کنید، این دستور خدا و حکمت خداست. اما با موسی بن جعفر پاره جیگری رسول الله داشتن چیکار میکردن؟ 14 سال تمام از این زندان به اون زندان، از هر زمینه برای آزار حضرتش استفاده میکردن. ببینید حجت خدا را زن رقاصه براش میفرستادن که برو پیش امام کاظم برقص، آواز بخوان تا روح امام کاظم زجر بکشه. ولی وجود امام کاظم حتی این رقاصه را به ایمان واداشت، اما قلب سخت هارون رشید هیچ وقت نرم نشد، چون فریب دنیا رو خورده بود. سرانجام به بغداد به یک زندان آورده. برادران عزیز، نماز گذاران، الان کسانی که میرن از این زندان دیدن میکنن، وقتی برمیگردن میگن ما نفس کم میاریم، اینقدر این زندان گود هست، این زندان تاریکه، این زندان نمناکه. میگه ما با این دلی که داریم میریم با احساس ترس و وحشت میکنیم. شما ببینید امام کاظم اینجا چی کشیده. بعد
زندانبان حتی یک مسلمان بی وجدان را نتونستن پیدا بکنن که برو زندانبان موسی بن جعفر باش. سرنوشت موسی بن جعفر پاره قلب رسول الله، جگر گوشی زهرا را به کیز بردن؟ به سیندی ابن شاهیق یهودی. دیگه بدی بدتر از این شما در دنیا سراغ دارید که حاکمی با فرزند پیغمبرش اینگونه رفتار کند که او را به دست یک یهودی بسپارد؟ این سیندی از اون آدمهای قسیر قلب تاریخه که از هر فرصتی برای آزار و اذیتی امام کاظم استفاده میکرد. شب اینو تازیانه بارانش میکرد، روز تازیانه بارانش میکرد، هر چی کینه در دل داشت از اسلام و مسلمانان بر این بدن نحیف میریخت. دیگه امام کاظم علیه السلام توی یک همچین روزهایی دیگه فرصتی حوصله‌اش تمام شد، سرشو به سجده میگذاشت، گفت خدایا دیگه خلاصم کن. بگفت رب خلصنی من یاد هارون رشید، خدایا دیگه از دست هارون رشید خلاصم کن. سرانجام دعایش مستجاب شد، آقا به شهادت رسید. بعد میخواستن فریب بیدن شعیان را که بیاین ما امام کاظم را آزاد میکنیم، همه اومده بودن منتظر، صاف کشیده بودن، همه بیتاب بودن امامو ببینن. جمعیت مشتاق رو یه لحظه تصور کنید که بیتاب دیدن سیمای حجت خداست. یه وقت دیدن چهار تا عمله، یه تابوت رو دوششون گذاشته، از زندان میان بیرون. مردم تعجب کردن این چیه؟ قرار بود آقامون بیان بیرون. میگه یکی از این نامردهای تاریخ آمد عرض کرد هازا امام رفضه، این مدن امام رافیزی هاست. انا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا به ناله های امام کاظم آنچه خیر دنیا و آخرت است به ما و جمع ما عنایت بفرما، آنچه شر دنیا و آخرت است از ما و جمع ما را خودف بگردان. عرض سلام و ارادت ما را به محضر آقای امام زمان تقدیم بفرما. قلب نازنین شاد ما راضی و خوشنود بگردان. وجود نازنین شاد و آگوی ما قرار بده. به همه عزیزانی که در نماز جمعه شرکت کردن اجر دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.